در داره بیشتر علیده فردا عرصی یادت نره بیا جله برم سرشا خدا حافظ ببین چیه داره بزنه الان این بچه به چی رفته؟ کدوم گوری بودی تا این موقع شب؟ من که گفتم دارم تو پارک با بچه ها درس خونم درس خوندن تو سرت بخوره تازه این همه میخونی و نمره هفت بالا نمیتونی بگیری؟ میمردی دوتا نون سنگ از این رفیق چلمنگت میگرفتی؟ خیلی خوب در کشور ما هشدار دهنده و رو به افزایش بر اساس مطالعات وزارت بهداشت کودکان زیر 5 سال دچار اضافه وزن و چاقی هستند و همینطور در نوجوانان یعنی در گروه سنی 7 تا 18 سال 20% نوجوانان بچه اینقدر سست هستن داریم میترکی زبونم مو داره بود بس که بهت گفتم نصرف یا یه چیزی به این بچهت بگو سه معلومی به چی رفته؟ دو تا علت عمده وجود داره که لازمه حتما غذایی به این خوبی رو بر میکنه آشغال میخواد نگاه کن تو رو خود رنگ سفره رو ببین آدم حظ میکنه حسرت به دلمون بود یه بار دور هم دیگه بشینیم یه غذایی با هم بخوریم باز ما اومدیم یه ذره غذا بخوریم ما میخواین کوفتم کنی مامان بابای مردم میدونن غذا رو دو دستی میکنن تو حلق بچه‌شون موقع ننه بابای ما دارن نه تو حلقوم ما منم میکشن بیرون چشتو بگیره بچه چشتو بگیره مامان جان تو همین جاشم که اومدی بالا روزی 100 متر دویدیم غذا گذاشتیم دهنت چیکار میکنی جای دهن تو بگیر ریختی رو فرش داداش به منم میدی نوکر باید غلام حسین رنگ چراغی باسواد کسی نیست که خوندن و نوشتن بلده باسواد کسیه که مطالعه و اندیشه جز عادات شخصیتی اونه اگر با معدل 20 دیپلم بگیری ولی ذره شعور اجتماعی نداشته باشی دوزار نمیانجام بچو مادر دیرت شو اصلا این خیالش نیست اگه هرچی داد زدیم تخونه اگه این ساعته رو نمیذاشتم حالا بیدار نمیشم وقتی به شما گفته میشه زنگ کلاس ساعت 8 خورده میشه یعنی 8 و ایلا میگفتم 8 تا 1 دقیقه چه دیر اومدی؟ آه دیشب بقایشون چشمون زده سری از طرف رو تا مدیر نگه سری برد بفرما کجا بودی تا حالا سربندی؟ وقتی یه صفر کرده کدنه گذاشتم برای انتباط اون وقت میفهمیدم مرد تو برای چی میخندی با اون مواد؟ مگه من نگفتم همه شما باید موهاتون رو با چار بزنید؟ از شنبه اگر یک نفر از شما موهاشو با چار نزنه اومد مدرسه با همین قیچی بلدم که به سرش بیارم تمام موهاتون رو تال تال میچید بچون مادر بیا شیرتو بخور تو مدرسه میخور منم جای تو بودم مامان جان این همه آتاشغال میخوردم صبح نمیتونستم از جام پاشم حالا هر روزشم معلوم نیم به چی رفت حالا برید سر کلاسات فردا بحثمون راجب راهنمایی رانندگیه شیرم یادتون نره دمی در گذاشته کجا؟ بیا بیا
کردی از اون مدرسه هاست که پول بدی هر کار دلت خواست بکنی؟ از باباش زایده نشده که سر وایدی و کلا بذاره. وایدی بابا که نمیزن. به تو یکی ربطی نداره کی میزد کی نمیزد. بچه وایسا اون یکی تون کجاست؟ اون که بالاست. بالاست نه؟ آقای مدیر گفتن از فردا ساعت 8 در رو باز نکن. خب باشه گفته فردا، امروز که نگفته. آخه وقتی میگن فردا امروز همون فرداه. شما پام شکسته. برو خدا در رو باکن. راست تشریف داشتین تا حالا؟ آقا به جون داداشمون دستشویی بودی؟ تو که داداش نداری؟ آقا ما کلاس بودیم آقا، بعد یه لحظه رفتیم دستشویی آقا، بعد دوباره داشتیم رفتیم سر کلاس آقا دستشویی؟ بله آقا با داداش دستشویی تشریف داشتیم. داداش آقا؟ دروغ؟ اونم تو مدرسه من؟ آقا دروغ چی؟ پولم تر کلاسه، همون پول مشکیه با ردای قرمز. پول مشکی؟ با رده های قرمز. آقا کلاس ما اصلا اونجا چه داریم؟ یا بریم منم کولم رو بردارم و بریم ببینم شیر خوردی یا نه؟ بله آقا تو خونه خوردی. دهنه تو باز کن بینم این شیره یا پفک؟ چقدر تو پر روی بچه صفر کلگ گنده برات مرزو دارم. کافی بر پایین دستت هم بذار بقلده. اگه من نگفتم وقتی من میام اینجا بازی تعطیل کنی. اینم زمین اینجاست، برید بالاتر. زمینای بالا لجنیه، کسایی هم باید برن توش بازی کنن که خودشون هم لجنیه. فکر کنم خیلی وقت خودتو تو آینه ندیدی. تنت میخوره. چه خبرتونه؟ واسه اینکه دعواتون نشه یه مسابقه دو میذاریم، خوبه؟ هر کی برنده شد اون تو زمین بازی کنه، بعد که اون یکی بازی کرد رفت اون یکی بیاد برقب. فهمیدین؟ آب دهن 5 امتیاز، فوش دادن اونو من تشخیص میدم که به نسبت فوشی که میدی چقدر بدتره، امتیاز چجوری کم میکنم. یه سری امتیاز هم خودم تشخیص میدم که چقدر کم کنم چقدرم زیاد کنم. حالا همه آماده اید؟ باش سرت بشه، باش سرت.
آداده من دیدم. آره تقلوت خاک بر سرتون با این دویدنتون. آبرونو بردین. بگی کف کنید. باشو دست نه کن. کن کن بکن نره قول. آقای پیمان خان باشه این پیجمان همون پیجمان این فنی که من به شما یاد میدم شما وقتی به یارو بیزنی میری خونه استراحت رو میکنی چایت رو میخوری تازه یارو بهوش میاد. چه فنی؟ بقیلی به تکون ندارم باقی پیجمان حرف میزنم. شش این فن دوتا باشن؟ ستا؟ رونی از همین قرصا خورده بود فهمیدی؟ اینو؟ اومد ایران میخواست بیاد پیش من نذاشتم پولوشم نگرفت رفت یه باشگاه کیک بوکسینگ بهت معرفی میکنم میر اونجا میگی منو شاهین پلنگ فرستاده روزی که بیشتر نمیخوری یا؟ هلی بچه ها برید وان چند ساله اینجا زحمت کشیدم. بیا از این درد نمیدونی من داشتم میگفتم هر کدومشون چند سال زحمت کشیدن تا اینجا رسیدن. تو هر کاری باید سختی بکشی. اگر بوی سیگار بدی یا هر چیزی مثل اون پرتتون میکنن بیرون با هیچ کس هم شوخی ندارن. این چیه؟ خجالت نمیکشی؟ بدن یا کوه چربی؟ یه ماه باید آبش کنی. ببینم شما نمیخواید بیاید؟ چرا میام؟ کپی کارت ملی، دو تا عکس و رضایت نامه والدینتون بدید. ای 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 اینا چه دارین به خوردش میدین؟ دیگه نبینم از این چیزا اینجا مصرف کنید ها؟ سلام بزرم اینجا چی کار میکنم؟ هیچی اومدم رو زدم بگیرم برای باشگاه کیک بوکسینگ. تو باشگاه نرفته همین جوریش با مردم دعوا داری میگه با مصیبت به این که بری باشگاه و دو تا فن یاد بگیر اون وقت ببین چی میشه. بزر شما که بلدی رضایت نامه جعل بکنه بگو من به خاطر پول اومدم اینجا. رضایت نامه میدونی یعنی چی؟ یعنی رضایت والدین، یعنی رضایت من و مادریت.
باز ما این چیزی ازت خواستیم ما سر و کبرا سرم کن ما بگو نمیخوام بدن دیگه یه شرطی یه شرطی با مردم درست حرف بزنی دعوا نکنی دنبال موبایل و کامپیوتر و اینا صبح تا شب نباشی روزی دو ساعت اینا همش یه شرط بود پس بگو نمیخوای بری دیگه نه اونا پیش شرط بود عزیزم شرط اصلی اینه که هفته ای سه بار غذای منو بلون سندک بخور خلاصه جان کلام پسر خوبی باش درستم بخور آها داشت یادم میرفت با این فرشادم زیاد نچرخ خرابت میکنه باباشم دستش کج بود یعنی چی؟ یعنی علیل بود؟ نه خیر یعنی این که باباش دوز بوده من که داداشیشم داشت جیب منو خالی میکرد بابا فرشاد به وانتش کار میکنه چیکار به دوزی داره؟ تو به این خنزل پنزلا میگه کار؟ برو خونه تا شب بیا ما هم صحبت کنیم آقا فرشاد ببخشید نوشابه داری؟ بر خودتو میخوام؟ نه برای بچه میخوام هر وقت گریه میکنه کم ریزم تو شیشهش میخوره آروم میشه خیلی برای بچه نوشابه بده میدونین که نوشابه 16 تا ضرر داره بدترینش هم آلزایمره یعنی فراموشی یعنی آدم حتی مادر خودشو نمیشناسه حتی مادرش فرشاد شما مهنگ غیر مجاز برو سرکار اون حرفا چی میزنی؟ سرکار چه خبره؟ آقا بفرما مزاحم نشی بفرما جوان ها این دو روز زمانه چه بی خوبیت شد ساخته شده و بالاتر از همه ما باید به پرورش توانایی هامون ادامه بدیم کمک به اونهایی که به کمکمون نیاز دارن کمک به همه این فنی که من به شما یاد میدم شما وقتی به یارو بیزنی میری خونه استراحت میکنی چایت میخوری تازه یارو به هوش میاد تقلب کردی من تقلب نکردم منو بردی پشت اون شمشادا یکی این رفیق مفیقا در من پا انداخت من افتادم زمین فکر کردی من نفهمیدم اینا رو چرا همون موقع نگفتی الان یادت افتاده افتادی که افتاده به تو چی که افتاده سرم گیج میرفت افتادم زمین الانم باید سری قبول کنی و این اگه قبول نکنی معلوم که هم من میترسی باشه قبوله ولی همه چی آزاد اونم اگه نمیترسی من بترسم فعلا اونی که باید بترسه توی به آقا نازم هم بگو یه دو سه روز برات غیبت بزنه چون باید داری خونه همچین استراحت بکنی کوچولو دستتو بنداز کتک به رفیق رفقات بگو با خودشون کارتک بیارن چون قراره این سوس گلیت کنن بعد یکی باشه جمعت کنه
من بیشتر از 100 مسابقه داوری کردن طرفداری هیچ کس هم نمی‌کنم. ضربه به جای حساس پل امتیاز کم میشه. اگه توپ بندازی پل امتیاز کم میشه. پشتم بدی به نسبت شدت پشتش امتیاز کم میشه. چون امتیاز هم در اختیار داوره که داور تشخیص بده چقدر کم کنه. زمین بازی واسه برنده است، زمین خالی واسه بازنده. در ضمن یه سری مطالب هم یادداشت می‌کنیم که کسی بعداً زیرش نزنه. سگو خستش کن. جان زاکسون. شاید اگه جان زاکسون که باخت. بلاش من به بازه به خدا پدر شما رو در میرم. آمده لعنی مده از آینده می ترسم، از این رویای دست خورده. همه را غلط رفتیم، همه گفتن نفهمیدیم. دلمون پر شده از درد، چشمون غرق تنهایی. خیالت راحته پدر و مادر رو داری. یه شیر تو بخور. با چقدر گفتم نخور مادر، چقدر گفتم، چقدر بهت گفتم. وای بچه، وای بچه، وای بچه. صد و بیست چهار شده های دکتر. صد و پنجا صد و پنجا شارژه. آتروپین صد و هشتاد Thank you.
آخه. متاسفانه باید بگم که سکته مغزی قلبی رو با هم کرد، به سختی احیاش کرد. بلکه به تماس تا ببین خدا چی میکنه. شما باید خیلی مواظب پسرتون باشید. چاقوی خوردن غذاهای چرب باعث شده تمام رگهای بدنش بسته بشه. آقای دکتر میدون رو خوردن و رگش خوب بود یا بد؟ حد میزنم این چیزی مصرف کرده باشه. این چیه؟ این چی بهش داده؟ شاهین پلنگ بهش میداد. همین باعث سکته مغزی شده. تغذیه نادرست باعث شده رگاش به این روز بیفتن. فست فود، خیارشور، همه این غذاها باعث شده کبدش گریدش بالا باشه. مواظب پسرتون باشید. اینجا کجا؟ بیمارستان عزیزم. من اینجا چیکار میکنم؟ یه سکته ناقص داشت. سکته ناقص؟ سینه درد نمیکنه؟ گوشنه میتونم قضا بخورم؟ فعلا نمیتونی چیزی بخوری، دستور دکتره. تشنه هم آب میخوام. آب الان برات میارم. وای وای چی بود؟ وای آی 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 سر بالا ساتو. تو ساتو برای چی من رو بیه حس نشدم؟ حس دارم من رو چاقو. چاقو برای چی؟ چاقو برای چی دکتر؟ تمام این بدبختی ها به خاطر تو. من چه ربطی داره؟ آها ربطش. آه.
الان برو سکته چارمو نکن حد چی میکی شما هستتون ببین من به کی بگم بابا تو اشتباه گرفتی اشتباه گرفتم مگه رفیق توپولات جاوید و مجید مسعود نیستن مگه بابا هوشنگ خان نیست مگه مادر نصرت خانوم نیست مگه خواهرت ملیحه نیست این سن که رسیدم نه پدری دارم نه مادری نه زنی نه بچه یه بچه بقیل یکی میبینم و دلم برایش قش میبینم ببین تو همه اینا رو گفتی ولی من نمیتونم واسه تو زن بگیرم آقا تو اشتباه گرفتی بوزم میگه اشتباه گرفتی دست راست بوزم بلا بزن بلا این علامت چیه؟ چیکم تو بزن بلا؟ سبچاب تو بزن بلا این مگه نیست؟ پا تو بزن بلا؟ مگه این نیست؟ این مرد کی بود؟ بگو پاینده منه کجا رفت؟ رفته انسولین بزنه حالا هر وقت اومد از خودش بپرس ببین میتونه تو رو به گذشته یا آینده ببره یا نه آخه چند نفر رو برده؟ میتونه من رو بزنه که همین حالا از بیاره؟ بله که میتونم هر چی میکشم از دست تو ببینی با حالش نمیشه که اگه راست میگی من رو ببر به آخر سال مدرسم باشه بودو بریم لباسه همون رو عوض کنیم بعدش رو ببرم بودو خواهر بسی بسی داریم پیکار چه مصرفی زیاده بودو آینده ی پشمان انتهای سال تحصیلی این بشه خوشگله فقط مصرف زیادی اما رو حالو گیرا بردیا ای تو آینده منی چرا ماه گرفتگی که من دارم و نداری اینها آلو ماه گرفتگی من زیر ریشم اینها خودمونی ما ولی خوب خالی بندی به خاطر سکتای ناقصی که به خاطر توی کردم اون قسمت از مغزم آسیب دیده خالی بند شد متاسفانه این اخلاق باید هم به تو یکی رفته هر چی میکشم از دست تو هر چی میکشم از دست تو میگه من خودتو میبینی دوباره سکته نکنی ناکسه من این رو میشناسم اینو گم بستم در این سفر زمان هیچ کس من و تو رو نمیتونه ببین با اینه نمیتونستن جلو شکمشون رو بگیرن چجوری انقل لاغر شدن تغذیه سالم و ورزش روزانه من چرا یه ذره بد شدم؟ به خاطر که 7 درس رو تجدید شدی نتونستی نمره بیاری الانم شریبر رد شدی این منه به به آقا پژمان فهمیدم با معدل 20 قبول شدی سنا خاله ای وایده این سیبل خانم اینجا هست سن سکته میکنه دیگه آدم با مدیر مدرسه اینجا رفتار میکنه ببری خیلیم جد من خورداد میابردی که فرصت جبران داشتم الان که فعلا تو کمایی فرصت جبران رو اصلا نداری خب تکلیف درس هم چی میشه؟ چی دیگه همه رفیقات که قبول شدن جناب عالی هم سر امتحان نهایی کاری کردی که نگم برات چیکار کرد شانس رو بودیم پشت فهمون قند خونم نیفتاد و اینه میرفتیم تو در دیوار این همه که از اون ارسایی که تو برم به جا گذاشتی دارم
یا فشارم رو 16 است یا فشارم رو 8. هر چی میکشم از دست تو، هر چی میکشم از دست تو. خاطر آتش‌خوری که خوردی اینجا تمام اعمال تو ضرب شده. هر چی که دلمو بخواد میتونی بگی. گذشته، آینده، دوست، دشمن، غریبه، آشنا. البته رو بهت گفته باشم هر جایی هم نمیتونیم ورود کنیم. چرا؟ چرا؟ فکر کن که الان من دارم دوش میگیرم تو بیا من نگاه کن. خب زشته دیگه، بیتر بیا بیبشین ببینم شست باید من تو چشه بشه. این چیه؟ تو که خودتو بکن کن کنی نداشته بشه. خب حالا از کجا شروع کنی؟ بذار تکلیف مدرسه تو روشن کن. بخواد که تمام بدبختی های من از درس نخوندن چون شد. خانم پرستار لطفا امتحان نهایی. آینده پشمان یک روز قبل از امتحان نهایی. چرا اینو حرف میزن؟ خیالتون بابت سوالا راحت راحت باشه. عزیزم چی میل داری؟ چی داری؟ پیشنهاد کنم پیناکولادا بخوریم که بسیار خنک و خوشمزه است. باشه همون کوتوبولادا رو بیار. نه عزیزم پیناکولادا. باشه همون. فقط 4 تا. تو که داری میفروشی؟ خب چرا همه سوالا رو نمیفروشی؟ بپره رو مگه شما نمیگه نفره رو کپی سوال رو این چیه؟ فیلم مملکت رو اینجور نگه نمیداره اینو عوض کن. آی کیون دیگه همه سوال ها رو بفروشن 20 نفر یه او درست جواب بدن خب میفهمن خنکه نیستن. پولم نمیدی دیگه مفتی مفتی نه من بابا. صندوق بفرمایید. ما باید حساب کنیم؟ شما خوردی من حساب بکنم. هر کس برگشت رو کمان شد نگاه برگشت رو بذارید. از هم دیگه الان یه آقای تو من حساب کردم فکر میشنم نیتیم چقدر حرف میزنی؟ میدم وقتی میگم میدم میدم دیگه صبر کن. گرفتن رگ‌های قلب. آها شراین شر تسلل و شراین. آره 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 تسلل و شراین. تسلل و شراین درشتی برکلا داروی جدید ایرانی فشار خونی. سرت درد میکنه؟ نه خیلی جلو بشینی؟ الان برمامونم دیگه بامشم میرم. چیزه؟ لی لیراتان. این پسر سرش درد کنه قرص داری بهش بدیم. کی؟ بهش ما اصلا درد حالی نیست بهش با سرش درد میکنه. خوراکی هایی که باعث افزایش فشار خون میشوند. اونی که دست بذار فهرست نگاه کنه. 8 تا 6 یلا سب کن. خیارشور، غذاهای فسفودی، نوشابه های انرژیزا چیزم هست تا غذاهای چرب هم هست. متقلب بهت تذکر دادم. آبا من آج کاشم ای الو چون هیچ کاری نکردی عزیزم. چون ورقت رو زود تحویل دادی میخوام بگم بیام تشویقت کنم. حالا اینجا بایست تو بگم بیام تشویقت. از اولش این وضعیتم بکن این در حرفای بعد حساسیت فیلم کنی پدر مادرتان که هر کاری کنید به تیچی نگم اما واحدی
خیلی هم آدم خوبیه. ولی چون تو قول رو که جواب 10 تا سوال بدی به کار دادم دادی. خسته نباشید. بازرسی یه موردی هست در سالن امتحانات بنده. بله بله بله. برو. تو حالا کسی نتونسته قصه رو از دست واحدی در جان خوده عامل اصلی مرگ قهرمانان ورزشی استفاده از داروهای استرودی هورمونی که در بدن ترشح نشه یک کمتر ترشح بشه باعث کوتاهی قد میشه اسمش نریسمه جواب سال 4 بودا هورمونی که باعث افزایش قد میشه و از سبواندرو یه خدا فرشد الو احمق تو نمیدونی هورمونی که باعث افزایش قد میشه او من اگه این چیزها رو میدونستم که باید ممتنع میشدم تو رو دستگیرت میکردم واحدی کرک بخوره آب بیا پای ماشینه نگفتم باید این واحدی آدم گلیه بسیار آدم گلیه نه این دفعه گفت گلیه هایپرتیشن به معنی فشار خون بالا که به رگ‌ها و بدن بسیار آسیب می‌رسونه و همراه همیشگی این مرض تو یکت زیر می‌زدی آخر رئیسم جواب رو بهت داد نشده کسی سر واحد یک کلاغ رو بزنید آقای خلا بگم نشم کلاغ ای آقا من جایی بره آقا بزن من برم باید بزن من برم باید بزن من برم بچه پر رو بازی بایدی حرف زش بزنی نازه تو کنی چی نازه این نازه اخراج تقلب اونم با این حجم گسترده تو مدرسه من اونو میدونم آقای باری خواهش میکنم یه اشتباهی کرده شما تفکی مامون بابا چه ارتماسی به این مدرسه کرد بیرونم فرشا چی شد؟ جاوید و مجید و مسعود چی شدن؟ اونا همون سال همه شون دانشگاه آمد شدن خانم پرستا خاک سپاری بابای مسعود تشکی جنازه بابای محسوده بند خود اونقدر شاق شده بود که با جرثقیل بردن خاکش کنم که جرثقیل هم از وزن زیاد چپه میشه بابا این با خندیدن هم مشکل داره؟ بله آدم تشکی جنازه که نمیخنده بابا کلاش افتاد کتاب
فقط میوه کتاب دمش. اون مغزا رو پر میکرد تو شکم تو. تمام شهر پاتوقشون کافی کتاب محسوب. خانم پرستار، آینده جاوید رو چند سال بعد کارخانه جاوید. صبر کنید. درگیر کرده. ایوا درگیر کرده. فکر کردم بریم تو کارخونه جاوید. آخه حیف تو اتاق مونیتورینگ ببینیم. ببین برای چند نفر کارآفرینی کرده؟ منو نگاه. تولید ملی. چو فردا برآید بلند آفتاب، من و رستم و برز و افراسیاب. بیا بچه هاشم کتابخونه رو اینو بگم. بچه هاش؟ کتابخونه زده شعورشون برم. شکمخونه نزده که شکم پیدا کن. این هم که مجیده دیگه، کارخونه دست مکاغذی داده، اونم خواهرش شده مدیر عاملش. آفرین به مخش، تو بچه که گیش پخی نبود. به هر زبانی که فوش بدهی متوجه میشه، حتی تو بکن. بعد از سکته تو تمام رفیقا یه دانکی شدن. دیدی بهت گفتم به هر زبانی که بگی متوجه میشه، دوست و دشمن آلش نمیشه. همه دوستات یه کاری شدن غیر از تو که دراز به دراز افته رو تخت مارس. بعدش خیالم راحته که نمیرم، چون تو آینده منی. زندگی که تو داری میکنی بدتر صد تا مرگه. این فرشاد خودمونه؟ چرا اینقدر موهای سفید شده؟ قصه پسرمون فرشاد مفصله. تا حالا 16 دفعه رفته خواستگاری جواب رد شده. اول فکر میکرد که به خاطر دماغ کوفته‌شه. این تو که بعدا رفتی دماغ تو عمل کردی. بعدا دید نه، ماجرا چیز دیگه ای. الانم رفته پیش مجید ازش پول بگیره برای دندونش. شغلش چی میشه؟ اونا باید من تاجر میشه. نه میشه همکار تو. همکار من؟ کارمند بانک میشم؟ بله، اونم چه کارمندی نمونه که اصلا نظیرش پیدا نمیشه. ای، اون واحدیه؟ بله، اون واحدیه. این کی بودش؟ اون کی بود پشتش نشسته بود؟ فرشاد بدبخت که داشت خوش خوش کاسبی میکرد، برای خوش بروبیایی داشت اومد. اون عقبی هم جنابالی بودی که فرشاد هم دوزش کرد. امان از رفیق بد. برخلاف اون چیزی که بابات میگو نخالشون تو بود. ماشین چی داری؟ ماشین قدیمی. خوبه؟ Oh, 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 oh
پسرمو هم پسرموهای قدیم. چون سابقه دار بودین از این سرقت نافرجام 3 سال زندانی نصیبتون شد. البته صاحب موسوی بهتون رضایت داد. بعدش هم گرفتین سراغ دزدی ماشین. یه خانمان یه مرد یزدی بود، چند سال قبل اومده بود آباده. تفلک اون روز که سکته میکنه وصیت کرده بود که ببرنش یزد دفنش کنه. زنی میزنن آمبولانس 5 میلیون ازش طول میکنه. این تفلک هم نداشتن پولشو بدن، تصمیم میگیرن که با ماشین خودشون ببرنش. یعنی همین ماشین که من داریم اینه. دارم تعقیبمون میکنن. بزن کنار نگاه کنید، تلفن نکنن. بزن کنار یه دقیقه. بزن کنار. باز بگو خدا دوستمون نداره. یه پول قلمه گذاشت تو دامنه. عجله نکن عزیزم. اول میتونی بفروشیش یا نه؟ میفروشمه. خوبم میفروشمش، 3 سوت برات میفروشم. ببینیم و تعریف کنیم. خدا بیامرزتش. مرد شریفی بود. مگه میشناختیش؟ 50 میلیون نور رسونده، نیاز به شناختیز عزیزم. وقتی جسد تو خیام میبینید دلتون نخور نخونه تو. دلتون نمیاد ماشین تو خیام بلش کنید. تصمیم میگیدین که ببرید ماشین تحویل بدن. بعد از اون ماشین تسکل فرش شد و کرایه میکنی میرین سراغ آدم ربایی. آدم ربایی؟ بعد آدم ربایی. این نقشه آدم ربایی رو یه زندانی بهتون میده. حتی خودش قبلا میخواست اون نقشه رو عملی کنه، ولی به خاطر یه خلاف دیگه گیر میکنه و به عنوان گودیزون نقشه رو به تو فرشاد کادو میده. تو هم که دنبال زن گرفتن بودی، پول لازم هم بودی، میری سراغ این ماجرا. بجوم که 100 میلیون کاسب شدی. بجوم، بجوم بشین. آقا بسر، سلام. سلام. کوچه گلبر کجاست؟ اون طرف مدرسه و هم تو اون کوچه. اه، پس که برسونمه. غریبه نشه. غریبه کیه؟ من آشنا، همو بیا بشین. بیا. این آقا معلم جدید مدرسه‌تونه. آفرین. بش، برو. برو دیگه. وبسا، اسم چیه؟ حمید. به به، چه اسم قشنگی. ببینم شماره تلفن خونتون چنده؟ خونم که تلفن نداره. نداره؟ قراره همین روزه خط تلفنی بهمون بده. شماره موبایل بابا چنده؟ بابا موبایل نداره. نداره؟ شما با اونا به دم دستگاه نه موبایل دارین نه خط تلفن؟ چون دزدیدین؟ حرف اضافه نباشه. دهنشو چسب. و درم چست نزده، آس برم، خفه میشم. از داد نمیزنی ها؟ نه که داد نزدم. راست میگه، اصلا داد نزدی. چقدر میخوای پول بگیری؟ 100 میلیون. من یه دور پسرشونم، خیلی هم دوستم دارم. بعد بیشترم بخواهی میده.
200 تومن چی؟ 200 تومن میدم؟ اونم میشه، ولی مسئله اینه که با اون همچی پول یا نداره. نداره؟ بابا فقط خونه تو 5 میلیارد میارزه. این خونه که برای ما نیست. نیست؟ ما اونجا سرای داره. آقا خانواده چند ماه رفتن خارج. آها شما منو با کامپیز اشتباه گرفتین. اشتباه گرفتین؟ بله. زدیم به کارتون. ببینم تو که انقدر زرنگی یه فکری بکن، ببین چجوری ما تو رو تحویل دادیم پولمونو بگیریم. بگو دیگه، بکن. برای پدرم یادداشت بنویسه با مداد قرمز، شاید رنگش بیشتر بترسونه. معلوم نیست ما اینو دزدیدیم یا این ما رو. ببینم میتونی با اون همکاری کنی؟ باش. بچم خوب؟ اول خوب. آقا میگم بچم خوب. بیا پول. بیا سلام آقا. پسره. ای بی بوشان. به جان بچم من لو ندادم. حتما کار واردی بوده. مال شماست. مال من؟ بله؟ فرشادم ببخشید آقا فجمان نیستم؟ به به آقا فرشاد. بله بله من همون همدستشم، بچه هم پیش منه، تو پولم ندی این بچه رو تحویل نمیدم. من سروان پوده هستم، افسر آگاهی. همدست زنان پیش ماست، بچه هم پیش پدرشه. شما هم بهتر خودتو تسلیم کنی. راف فراری دیگه نداری. ببخش شما الان کجایین؟ ببینم فراری اینجا تکو تنها تو بر رو بیابون، نه ماشینی هست نه تاکسی هست، نه چیز جنگله خلوته، حیوان وحشی داره. من الان تنها اینجا چیکار کنم؟ نمیرم منو ببری. صدا چی بودین؟ کی؟ صدا شکستنی دست و پا می اومد. دور بزن ببینم، دور بزن ببینم کجاستین. آره بیشون رو صحبت کنم؟ نه خیر. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دو نفر آدم ربا به نام های پنون و فخپه معروف به فرشاد خشتوپر، یک کودک 6 ساله را ربوده و از خانواده او پول زیادی را درخواست کرده بودند که با تلاش ماموران نیروی انتظامی این دو آدم ربا دستگیر شده و کودک خردسال را به آغوش خانواده بازگرداندند. من شرمنده مردم ایران هستم. من از همینجا عذرخواهی میکنم واسه مردم. من اخبال شدم پول یه سری آدمایی رو خوردم که نه. خاک به سرم. این پشمان منه. ولی قول میدم که دیگه سرسپرده ایمان. سمیه بیرامی باشگاه خبرنگاران جوان آبادی. Şen, 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 şen
شهر کودکیم یادگار بفرست، دلم گرفته پدر روزگار با من نیست، دعای خیر و صدای بهار بفرست، تموم روز و شبم پر از زمستونه، خالی پشتم بیقرارم. این کیه؟ ملی هست مام شوارش. ملی چقدر بزرگ شد. من باز هم نری بابا شدم. او تو شنگ خواهی که مشکل قلبی داشت، خاطر فشار زندگی، خرج زندگی، به کار تو هم بی‌تأثیر نبود. ضربه آخرم تو بهش زدی. جای دیگه ای هست که بخوای ببینی؟ نه، ولی من دلم میخواد دو جا دیگه رو حتما ببینی. کجا؟ جایی که ببینی پدر برات چیکارا کرده، کجا به دنیا اومدی، کی به دنیا اومدی، با کی به دنیا اومدی، چند ماه به دنیا اومدی. میدونی این هم یکی از اون جاهاییه که حتما باید از نزدیک لمسش کنی، نفس به نفس خانوادت بشی. عقب نیومدیم، امشب شب تولدته. میگم بابا خوشتیپ با بابا عشقیه. بابا رسیدیم. زدی جیغشو میشنوی؟ ببین برای به دنیا آوردن تو چقدر داره اذیت میشه؟ اون وقت من 6 ماه باهاش حرف نمیزدم. واقعا برات متاسفم. مجیده اونم کار دوغلوش لگه. پس من گوشم؟
هنوز به دنیا نیومد، مادر تو اتاق عمله. گفتم قبل از به دنیا اومدنت نامزد تو ببینی. نامزدم؟ بله، همون دیوی خواهر مجید. آه آتیشواره است، اون سفرمون میکنه. همین آتیشواره سه موبت از نامزدی به خاطر دوزی بلت میکنه میره. دوزی؟ بله. این خودش تو بچگی خلک مجید خالی میکرد، به جای پول توش دکمه میندخ. بعد من دوزم؟ اون که اسمش دوزی نیست، شوخی های بچه گونه است. باش بچه گونه. همراه زاهو نصرت جلیلی. منم بچه تو بسر آقا. بریم منو به دنیا بیاریم. بریم بریم. دستگاه چرا؟ مگه مشکلی داشته؟ آره یکم زود به دنیا آمدی، 8 ماه و 2 روز. به خاطر که دو دستگاه نگرد دارم پول زیادی از بابات خواستم، اونم مجبور شد ماشینشو بفروشه و خرج بیمارستان رو بده. بابام که همیشه میگفت ماشینو چپ کرده. آدمای خوب حتی برای غریبه هم وقتی کاری میکنن به روشون نمیارن، چه برسه به پدر مادر آدم که تمام زندگیشون بچه شونه. شاید الان متوجه نشی، ولی وقتی یکم بزرگتر شی تازه معنی خانواده رو میفهمی. میفهمی که هیچ کس به اندازه خانواده آدمو دوست نداره. به عنوان حسن ختام این سفر میخوام یه جا دیگر رو به نشون بدم و برم. باشه. آینده پشمان زندان. تا حالا زندان رو دیده بودی؟ نه تو فیلم ها. تو فیلم ها همه چی خوشگل نشون میده، ولی زندان اصلا جای قشنگی نیست. اصلا نیست. وکیل بند بیا زنن تو تحریر بگیر. دلدنی مهاجرم بازه وارده دکی اینه که خالی هم تخت سازمانی دارن. بابونشون سنگه دیدم اشتی اشتی اومدی. زندان یعنی چهار دیواری، زندان یعنی میله، زندان یعنی سیم خوردن. خونه هر زندانی همه تختشه، روزای تکراری، ساعتای تکراری. اینجا هر دقیقش یک سال میگذر. این هم دلشون خوشه که زندان دانشگاه است. هشتی بای پشتمون باباته بیرو به تکم، بره دیگه بره یه لحظه احساس کردم تو قبر خوابیدم. یعنی هیچ رایی نداره که سرنوشتم رو عوض کنم؟ گذشته تو که نه، ولی آینده تو چرا؟ یعنی منم اگه درسم رو بخونم و پی کاری خلاف رو نگیرم، این چیزایی که نشونم دادی اتفاق نمیافته؟ میتونه اتفاق نیافته؟ دلم میخواد برگردم به همین 14 سالگیمو، آینده‌مو عوض کنم. به خدا قول میدم مطمئن باشین این کارو انجام میدم. مطمئنم همینطوره. یادت نره اینطور که هستی بری خداست به تو.
اونطور که میشی هدیه تو بس میخورم. بایزیزه پدر مادرم بزرگای فامیل. بله ماموریت بعدیمون شیرازه، یه دختر 14 ساله به اسم مهتا، مشکلش پرخوری فسفود چیپس و پفک و و و و و پرخاشگری هم که از عادتهای همیشه کیشه. اینم اکسش الوی قربونت برم مادر. آماده ای؟ آره، برو کنار. تو میزن وقتی عصبانی میشی یه هورمون تو بدنت ترشح میشه، یه باعث میشه پرخوشگر بی‌ادب بشی. حالا این چه هورمونی هست که فقط تو بدن تو ترشح میشه؟ تو هر طوری که باشی پسر خوب میای. پژمان جان، پژمان جان، عزیز دلم، همه مدرسه منتظر تو هم. الهی قربونت برم. حالا عزیزم، حالا خوب شدم؟ آره خیلی خوب شدی. تو نمیای بریم؟ چرا، میام، ولی امکان داره که اینجا به من احتیاج پیدا کنم. تا تو بری و اون دختر سکته کنه، منم یه اتاق سیسی رو آماده میکنم. به آرزوها تو نگاه تو پر از انگیزه، کن تا رو براشی با هم عشق شکست رو در بیاریم، بریم از گم شدن به سر پناهی.
ندونه که این دیوونگیه.